خب تو این مرحله من گذاشتم چسب دکوپاژ و عکسمون کاملا خشک بشه و وارد مرحله بعد شدم. تو این مرحله از تکسچر و کاردک و شابلون استفاده میکنیم. اگه دوست دارید کارتون حالت ظریف باشه از تکسچر جسو و اگه دوست داشته باشید یه مقدار ضخامت کارتون بیشتر باشه و ترکی روی کارتون ایجاد نشه از تکسچر پاستا استفاده کنید. من از تکسچر جسو استفاده کردم. از تکسچر بسکت برای این کار استفاده نمی کنیم چون اگه تکسچر بسکت حالت ضخیم پیدا کنه توی کارمون ترک ایجاد میشه. ولی میتونید از تکسچر پاستا هم برای این کار استفاده بکنید. حالا شابلون رو روی اون قسمتی که میخوایم طرح رو ایجاد بکنیم قرار میدم و بعد تکسچر جسو رو روش میزنم و با کاردک صافش میکنم طوری که طرح شابلونمون روی جعبه بیفته. بعد برای قسمت دیگه پشت شابلون اول کامل تمیز میکنم و دوباره شابلون رو میذارم روی قسمت دیگه که میخوام طرح رو ایجاد بکنم. من چارگوشه جعبه رو با شابلون و تکسچر طرح انداختم. وقتی این مرحله تموم شد میذاریم تکسچرمون کاملا خشک بشه و وارد مرحله بعد میشیم.